حمله گسترده طالبان در بدخشان، زخمی های حمله بر آموزشگاه کاج برای تداوی به ایران منتقل شدند. جزئیات بیشتر این خبر. محقق: طالبان انفجارهای ساختگی را انداختند. دچار شدن عبدالحمید خراسانی به سرنوشت علاگل مجاهد. و در پایان، طوفان مرگبار در امریکا، بیش از 80 تن کشته شدند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به خبری که این لحظه به دسترس ما قرار گرفت. آزمون کانکور فردا در ولایت‌های کشور برگزار می‌شود. اداره ملی امتحانات می‌گوید که قرار است آزمون عمومی کانکور ولایت‌ها فردا پنجشنبه 14 میزان آغاز شود. به گفته این اداره، روند تثبیت بایومتریک داوطلبان دیروز آغاز شده و امروز نیز ادامه دارد. اداره ملی امتحانات گفته است که طبق برنامه امتحان کانکور در 33 ولایت کشور بر روزهای 15، 16 و 14 میزان تنظیم شده است. اداره ملی امتحانات گفته است که طبق برنامه امتحان کانکور در 33 ولایت کشور بر روزهای 14، 15 و 16 میزان تنظیم شده است. به گفته این اداره، امتحان ولایت کابل در دور دوم است و بر روزهای 21 و 22 میزان اخذ خواهد شد. شمار داوطلبان کانکور امسال تا کنون روشن نیست. پس از حاکمیت طالبان، دختران بالاتر از صنف ششم نتوانستند به مکتب بروند. اداره ملی امتحانات درباره نحوه اشتراک دانش آموزان دختر چیزی نگفت. گفته می شود که وزارت تحصیلات عالی طالبان برای دختران رشته های محدودی را در نظر گرفته است. عملیات گسترده طالبان در بدخشان. همزمان با ادامه درگیری ها در بخش های از بدخشان در شمال شرق کشور، طالبان می گویند که 4 تن را به جرم کمین بر ولسوال این گروه در ولسوالی شوکی بازداشت کردند. مسعودین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان برای بدخشان، با آمو گفت که این 4 تن عضو جبهه مقاومت نبوده، بلکه باشندگان منطقه هستند که از برخوردهای ولسوال ناراضی بودند. او گفت 4 نفر هستند. آنان کسانی هستند که ولسوال ما را آزار داده بودند. آنها افراد مقاومت هم فکر نمی کنم بوده باشند. آنها افراد همین منطقه هستند که از اثر مشکلات منطقه‌ای به ولسوال مزاحمت کردند. طالبان همواره وجود جبهه مقاومت را رد کردند. شوکه یکی از 5 ولسوالی منطقه دروازهای بدخشان است. این ولسوالی هم مرز با ناحیه درواز تاجکستان است. پیش از این، گزارش‌های در مورد درگیری میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت در ولسوالی مایمی، یکی دیگر از ولسوالی‌های درواز، نیز نشر شده بود. با این حال، روز دوشنبه جبهه مقاومت از تصرف ولسوالی شوکه خبر داده بود. پس از آن، ویدئویی در رسانه‌های اجتماعی نشر شد که ولسوال طالبان در شوکه را در اسارت نیروهای جبهه مقاومت نشان می‌داد. بر بنیاد این ویدئو، محمد اکرم، ولسوال شوکه، از جانب نیروهای مقاومت دوباره رها شدند. اما دو منبع از این ولسوالی با مو گفتند که این ولسوالی دوباره به دست طالبان افتاده است و نیروهای مقاومت پس از هجوم افراد طالبان از ولسوالی‌های نسی و کوفاب نیز بیرون شدند. به گفته منابع، ولسوال شوکه و نگهبانانش با میانجیگری مردم محل از بند نیروهای مقاومت رها شده است. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان، با اعلام این که یک هواپیمای حاوی دوا و وسایل طبی از سوی جمهوری اسلامی به ایران ارسال شده است، از انتقال مجروحان حادثه تروریستی جمعه گذشته به ایران خبر داد. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در افغانستان در این خصوص گفت: جمهوری اسلامی ضمن اعلام همبستگی با خانواده های داغ دیده، بر اساس اصول اسلامی و انسانی و اشتراکات فرهنگی، همواره در کنار مردم افغانستان بوده و خواهد بود. وی پیش از این نیز در تماس تلفنی با مسئولان وزارت صحت عامه از ضمن محکومیت اقدامات تروریستی غرب کابل گفته بود: ایران آماده کمک به مردم افغانستان است. در این حال، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان میگوید که طالبان به خاطر پنهان کردن نسل کشی هزاره ها پس از انفجار آموزشگاه کاج،
تاکنون 3 بار انفجار ساختگی را برانداختند. به نقل از رسانه ها محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان این موضوع را 3 شنبه 12 میزان در یک یادداشت در صفحه فیسبوک خود مطرح کرده است. محقق نوشته است فاجعه کورس کاج به حد چهره واقعی طالب را برملا کرد که تا هنوز 3 بار در کابل انفجار ساختگی را انداختند تا نسل کشی از آره ها را پنهان کنند، ولی موفق و فریب جهان نشدند. خادر آشنا روی برگه فیسبوکش نگاشته است عبدالحمید خراسانی با صدای مملو از بیچارگی و آزرامیزش و قاری فسیحالدین بار بار تکرار کرد که از خدا بترسید و امارت اسلامی را قومی نسازید. خراسانی بار بار از خلیفه حقانی بعث خلیفه مبارک نام برد و از ملا یعقوب و ملا نجیب رئیس استخبارات یاد کرد که گویا این اشخاص عامیان خراسانی و دیگر تسلیم شده های پنچیری هستند. خراسانی با این نوع اظهارات احمقانه می خواهد شیخ امتی را بترساند، در حالی که در نظام طالبان سیستم عمل می کند نه افراد. یک روز ملا عبدالغنی برادر را می بینی که هر کار نظام است. روز دوم از انظار غایب می شود، جایش را ملای دیگر می گیرد. روز دیگر می بینی که ملا یعقوب لاف و پتاق می زند، ولی فردایش ملا یعقوب از انظار مردم غایب می شود. اما ملاهای پشتون در مورد سرنوشت تسلیم شده های پنچری نظر واحد دارند که اینها مردم باقی و یاغی هستند و در دولت های قبلی کرزی و همزه هم از دولت باج می گرفتند. حالا نباید به اینها دیگر باج داد. اگر خراسانی بیشتر از این پایش را از گلیمش دراز کند، به سرنوشت علا غلام مجاهد مبتلا شده و ویدیوهای دستگیریش نیز به غرض پند و عبرت در شبکه های اجتماعی پخش می شود. خراسانی تمام پلهای عقبی خود را نزد پنچری ها نیز خراب کرده است و این را طالبان خیلی خوب درک کردند. و در پایان، طوفان موسوم به عیان در بخش های وسیع از آمریکا به خصوص در فلوریدا باعث بروز تلفات و خسارات گسترده شده است. از زمانی که عیان روز چهارشنبه به ساحل خلیج فلوریدا رسید، حداقل 85 مرگ ناشی از طوفان به عنوان یک طوفان رده 4 با حداکثر بادهای پایدار 249 کیلومتر در ساعت تایید شده است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر بدرود.